سلام درود گرم به شما عزیزان محترم نوید محمدزاده هستم با زنگ سلامت قسمت 29 هم در خدمتتون امروز میخوایم راجع به مسئله استرس صحبت کنم ببینید استرس یک مسئله خیلی بزرگی هست که برای همه شناخته شده است هیچ چیز عجیب و غریبی نیست همه تون چیه هممون باش درگیر هستیم مواجه میشیم و مخصوصا ما ایرانی ها متاسفانه از این استرس رنج دو چندانی میبریم نسبت به خیلی از کشورهای دیگه یک ت... به یک طریقی به کالچر و فرهنگ هم بستگی داره و یه سری مسائل خونوادگی هم در واقع ژنتیکی یه سری افراد خیلی تندخوترن نسبت به بقیه یه سری ها زود عصبانی میشن یه سری ها خیلی رلانکسند. پس ببینید یه مسئله روزانه‌ایه که هممون هم باهاش درگیر میشیم ولی دلیلی که من اینو موضوع رو انتخاب کردم اولا یکی دو تا سوال بینندگان عزیز پرسیده بودن که آیا با یه سری مسائل فیزیوتراپی میشه به استرس مردمم کمک کرد یا نه همینجا جواب بدم که دقیقا بله میشه مخصوصا اون همکاری که پرسیده بود به اون بیمارشون استرس ببینید یک تحت یک سری شرایط خاص یهو یه ما کنترلمون رو از دست میدیم و یهو یه دچار عصبانیت و استرس شدید میشیم که خوشبختانه همکاران روانشناس ما خیلی تو برنامه های مختلف راجع به این بخش صحبت کردن تا من از یک زاویه دیگه میخوام به این بپردازم که ما چجوری با ورزش و تمرین های خوب میتونیم استرسمون رو مدیریت کنیم و درمان کنیم اونو ببینید تحقیقات خیلی زیادی رو استرس انجام شده و در اکثر اونا حالا دو نوع تحقیقات داشتیم در این مورد یه سری که توسط روانشناس و اینا بوده یک خلاصه به طور خلاصه اشاره‌ای به ورزش کردن ولی یه سری تحقیقات هست که توسط فیزیولوژیست ها و فیزیوتراپیست ها و اینا انجام شده و اومدن برنامه های مختلفی را مورد بررسی قرار دادن مطالعه کردن که چجوری با عنوان مثال با یه برنامه ورزشی مناسب میتونیم مدیریت کنید استرس یه شخص یا گروه را خب ببینید دلایل استرس خیلی زیادن کوچکترین چیزی باعث استرس شخص میشه یه سری افراد تو صف و میستن دچار استرس میشن یکی اتوبوسش از دست میده دچار استرس میشه یکی دیر میرسه به یه جایی دچار استرس میشه البته اکثر ماها به نحوی دچار استرس میشیم در این همچین شرایطی حالا به تناسب افراد یه مقدار پایین بالا داره درجه استرس ولی اکثر مردم در همچین شرایطهایی دچار استرس میشن یه سری استرس های خونوادگی هست متاسفانه بین زن شوهر بین پسر و مادر دختر و پدر و غیره بقیه فامیل متاسفانه این روزا خیلی زیاد شده دعواهای بین خونوادگی مسائل درسی استرس خیلی زیادی داره برای دانش آموزها. مهمترین قسمتی که این چند ساله باعث استرس افراد میشه مسائل کاریه یکی از مشکلات زیادی که به کارمندان و کارگران ما وارد میشه مسائل کاری است که استرس وارد میکنه ببینید اینو من توی یک برنامه مخصوص مسائل دفت... کار دفتری و آفیسی که به خاطر کامپیوتر و غیره ایجاد میشد راجبش صحبت کردم عدم حرکت به عنوان مثال پشت میز نشستن و تکرار یک سری کارا چا... استرس مایچه و بافت‌های مختلف بدن رو ایجاد میکنه از مسائل کاری بگذریم به مسائل روانی برمیگردیم یه سری افراد تحت شرایط طولانی مدت خاصی قرار میگیرن با اون مثال یکی مرحله طلاق پشت سر میذاره یکی مرحله فوت عزیزانش رو پشت سر میذاره به عناوین مختلف و شرایط مختلف مردم دچار استرس میشن حالا وقتی شما وارد این استرس شدیم باید چی کار بکنید اول از همه اینکه خودتون نبازین به خودتون یک مسلط باشین ببینید دلیل استرستون چیه و آیا کوتاه مدته در عرض یکی دو ساعت بعد وقتا بعد استرس چند دقیقه است چند ساعت چند روز و به ها و سالها بعضی وقتا میرسه اونه خب یکی دو سه دقیقه ای هم ایراد دارن ولی نه به اندازه استرسی که چندین ماه و هفته تو بدنتون بمونه ببینید وقتی شما دچار استرس میشین یک سری سمایی تو بدنتون ترشح میشه در واقع هورمونا من من به عنوان سم ازش یاد میبرم چون یه سری هورمونا مفیدن تو بدن یه سری هورمونا مثل سم کار میکنه وقتی که شما دچار استرس شده این یه هورمونی هست به اسم آدرنالین که این در واقع همون هورمونیه که موقع ترس موقع عصبانیت موقع دعوا موقع فرار از یک سانحه بعد در این موقعات ترشو میشه که بدن رو آماده میکنه یا به حمله یا به فرار یا به دعوا و این نیاز بدن ماست که از بدنمون بتونیم محافظت بکنیم منتها وقتی که در شرایط کوتا مدت و مکرر ما دچار این استرس ها میشیم به عنوان مثال یکی تند با کوچکترین جز... مسئله جزی با زن و بچهش عصبانی میشه این استرس های تکراری و کوتاه مدت تقریبا به اندازه کسی که استرس طولانی مدت داره میتونه بهش آسیب وارد بکنه خب پس مسئله اصلی اینه که دلیل و ریشه استرس رو بدونیم مسئله بعدی نگاه کنیم ببینیم در چه حدی آیا خیلی وخیمه خیلی بالاست یا نه یک کم کوچولوی امتحان مردود شدی یا معلم به یک دانش آموز یکم گیر داده دوچار استرس شده یا پدر مادر بچه رو تعمین میکنن که دوچار استرس میشه اینا موقتیه ببینید شما بچه رو دعوا میکنید این دقیقه بعد بغلتون نشسته ببینید این نشون میده که اون استرس یک ثانیه بوده و رفته بیرون کامل از بدن اون ولی وقتی که با به عنوان مثال بین زن و شوهر مشکلی پیش میاد و اینا دو روز سه روز با هم حرف نمیزنن به خاطر اون دعوایی که پیش اومده یا با برادر و فامیلتون مشکلی پیدا میکنید سه ما با هم حرف نمیزنید این استرس بهتون میده من چند وقت پیش بود به یکی از دوستامون میگفتم من معمولا وقتی با کسی قهر میکنم یا پیش میاد خوشبختانه خودم هیچ وقت قهر نکردم با کسی ولی وقتی هم پیش اومده تا جایی که تونستم از پس دستم اومده سعی کردم برم آشتی کنم فقط و فقط به خاطر استرس به خود من نیاد ببینید شما اینو به موقع تا... کسایی که الان در این شرایط هستین با با مثلا با برادرتون با خواهرتون یا با خدا نکرد با پدر مادرتون قهرین اینو مطمئن باشین الان به وجودتون نگاه کنید استرس توش می میکنید این استرس بهتون میده وقتی از کوچه رد بشین که خونش تو اونجا استرس بهتون میده وقتی اون با یه خواهر برادر دیگه تون صحبت میکنه با شما صحبت نمیکنه استرس بهتون میده پس وقتی که دلیل استرس شناختیم بایستی به دنبال راحل باشیم راحلش هم دست خود ماست حالا در شرایطی که خیلی وخیمه نیاز به درمان توسط پروفشنال داریم ولی در اکثر مواقع این استرس های جزئی و کوچک میتونیم خودمون مدیریت کنیم همین مثالی که زدم به مثال با نفر رابطهتون به هم خورده اگه خب غریبه است میتونید برای همیشه خداحافظی کنید خب که چه بهتر اگه آشناس به عنوان مثال دوستی آشنایی برادری خواهری شما لاقل اگه رفتین قدم پیش گذاشتین آشتی کنید اون قبول نکرد دیگه اون استرس به شما نمیده پس ببینید دلیل اول مسئله اول شناخت دل دلیل استرس تو بدنمون رفتارا... شناخت رفتارامون مسائل که ما باعث استرس میشیم حالا چه کاری چه مدرسه چه امتحان چه غیره مسئله بعدی مقدار استرسی که ما داریم مسئله بعدی حالا چه کار بکنیم که دچار این استرس نشیم که به اون مسئله پیشگیری دوباره میرسیم حالا خب یه سری اخلاقا رو میشه تحصیل کرد ولی شخصیت افراد و متاسفانه شما نمیتونین تغییر بدین کسی که شخصیتی جا گرفته به سرن بلوغ و بعد رسید دیگه تغییر به اون صورتی پیدا نمیکنه. اون همون شخص X همون شخص X میمونه نظر اخلاقی پس اگه این شخص X حالا همکارتونه یا رئیستونه یا شریک کاریکتونه بهتون استرس میده مرتب شما بایستی راه حل دیگه ای چاره کنید پس ببینید این مسائل زیاده شما بایستی به دلایل و شرایط زندگی و کاریتو نگاه کنید اگه استرس بالا دارید که نمی مربوط از طرف خود شما نیست راحلی پیدا بکنید و اگر طرف خود شماست یکم به خودتون بیاین بایستی این راه اینو دنبال چاره بیاندیشین به دنبال چاره باشین چون اگه درمان نکنید اون مسائل فیزیولوژیکی که تو بدن پیش میاد که همون هورمون آدرنالین اشاره کردم ترشح میشه این تو بدن انباشته میشه انباشته میشه هر دفعه که شما تحت استرس قرار میگیرین و در نهایت هزار تا بیماری براتون ایجاد میکنه در اثر استرس هزار تا مشکل دیگه براتون پیش بیاد غذاتون خوب هضم نمیشه خوابتون به هم میخوره استراحتتون به هم میخوره ورزش رو انجام نمیدین ببینید همه به هم وصل مسائل سلامت یکی دوتا نیست کوچکترین مشکل هزارت مشکل دیگه پیش میاد همون شعر معروف سعدی که میگه چوزی به درد آورد روزگار دگر عضوها رو نماند قرار این خیلی خیلی دقیق و سنجیده گفته شده واقعا و نه تنها در مسائل شخصی و بدن خیلی کارهایی داره که در مسائل جامعه و فلسفی هم خیلی استفاده داره پس ببینید وقتی که استرس دیدین که تحت استرسین بایستی دنبال چاره باشین و الا بیماری براتون ایجاد میکنه خب حالا این استرس رو چجوری ما درمان کنیم ببینید اگه متوجه این که به خاطر اخلاقتونه به خاطر شرایط کاری و روزانه ولی به نظر من خود شخص شماست خود من و شماییم که میتونیم به بدنمون نگاه کنیم و به بدنمون توجه کنیم و به سلامت بدنمون اهمیت بدیم اگه بایستی ببینید سلامتی همیشه مثل آینه جلوی ما باشه شما هر وقت در طی روز به آینه نگاه میکنید فقط صورتتون رو نگاه نکنید که موهاتون چجوریه گوشتون چجوریه دماغتون چجوریه به سلامت کل وجودتون نگاه کنید که آیا یکی از این مسائل سلامت که استرسه تو وجودتون هست در هفته و ماه و سال چند دفعه دچار این میشین و چه کار کردیم براش خب ببینید پس این تا اینجا به دلایل و عوارض استرس پرداختیم حالا ببینیم به عنوان از شاخه فیزیوتراپی و سلامت از طریق ورزش چجوری میتونیم استرس رو حلش بکنیم خب همونجوری که گفتم ببینید وقتی شما دچار استرس میشین حالا چه کوتاه مدت و چه طولانی مدت یه سری هورمونا ترشو میشن که شما اصلا تو قیافه یه نفر که دچار چهار استرس نگاه کنید کاملا حتی تو اون صحنه نباشین وارد یه جمعی بشین یه نفر عصبانی را ببینید کاملا متوجه میشین قیافش یک برامده است و خیلی عصبانی و چهرش اخمو و این کسی فیلم بازی نمیکنه که قیافش رو اون حالتی بکنه یه سری هورمون‌ها و سیستم‌های نورولوژیک تو بدن فعال میشن و شخص رو به اون حالت در میارن خب وقتی که آدرنالین تو خون رفت بالا یکی از بهترین و سالمترین راه های آوردن این اندازه آدرنالین ورزشه این ثابت شده توسط علم هزاران مدرک هست و اکثر دکترها اینو میدونن حالا این شخصی که استرس داره را چجوری بیای به ورزش برسونی خیلی نکته مهمیه ببینید معمولا کسی که استرس داره حالا راجب معمولا این استرس های رو بذاریم کنار راجب کسایی که شرایط حادی دارن یکم بپردازیم کسی که استرس زیاد داره این دیگه به اون صورت نمیتونه زندگیشو مدیریت بکنه چون این استرس ها مرتب و مرتب بهش فشار میارن و تمام مسائلشو تحت تاثیر قرار میذارن به همین دلیل اگه از بستگان کسی بتونه باش صحبت بکنه حل بشه چه بهتره اگه نشد راهنماییش بکنید به یک روانشناس یا روانکار که میتونه کمک خوبی بکنه در کنار اینا بایستی یا خودتون حوصله و اطلاعات و راه رو بلد باشین برنامه ورزشی برای خودم بچینین یا اطرافیان و یا اگه میخوایم پروفشنال باشه و اصولی بریم پیش فیزیوتراپیست و من ببینید برای خیلی از بیماری ها مرتب اشاره میکنم بریم پیش فیزیوتراپیست من تا اینم قبلا اشاره کردم که فیزیوتراپیست بعد اینکه فارغ تحصیل میشن تو شاخه ها و رشته های مختلف و جاهای مختلف از بیمارستان و مطب و کار میکنن بر همین مبنا یک سری تخصص های مختلفی پیدا میکنن به همین دلیل شاید شما بریم پیش هر فیزیوتراپیستی هم نتونه کمک خوبی بهتون بکنه لذا بایستی بگردین و اون کسی که تجربه خوبی تو این رشته داره پیدا بکنین که بتونه برنامه خوبی بهتون بده ولی اکثر فیزیوتراپیست ها این توانایی را دارن که یه برنامه خیلی خوب ورزشی براتون بذارن لاقل یه سری اطلاعات بهتون میدن و از همه مهمتر ببینید 50 60 درصد رشته فیزیوتراپی روانشناسیه اینو مردم به اون صورت نمیدونن ولی ما تو درسامون هم تو هلند درس میخوندیم یهو دیدم از سال دوم وارد مسئله روانشناسی شد و که من خودم شخصا تعجب کرده بودم میگفتم مگه من فیزیوتراپی روانشناسی چی کار داریم بعدا که وارد کار میشی و درسشو میخونی وارد کار میشی متوجه میشی که این قدرت روانشناسی که یه نفر کمر درد داره خودشو باخته با چهار تا حرف و نصیحت و تکنیک اینو میاری دوباره سر پا و میستونی بهش یاد میدی بهش تلنگر وارد میکنی تا متوجه بشی که اون فشاری که به کمرش میاد موقع رفتن به دستشویی به عنوان مثال خیلی کمتر از فشاری که با دو تا ورزش به کمرش میاد به این دلیل روانشناسی خیلی نکته خوبیه و با شناخت به علمی که فیزیوتراپیست ها از روانشناسی دارن میتونن رو استرس شما کمک خوبی بکنن نه تنها با دادن یه برنامه ورزشی خوب بلکه با صحبت کردن با شما با دادن اطلاعات خوبه به شما میتونن شما رو کمک کنن که بتونید این مسئله استرس رو کم کنید و حل بکنید خب برنامه های ورزشی متفاوتی هست برای افراد به خاطر استرس و اینم خیلی شاخه وسیعه و بهترین راه حلش هم اینه که شخص مورد معاینه قرار بگیره و دلایل و مقدار استرس اون مشخص بشه و بر اون مبنا با نوآوری در اون شرایط خاص بتونید یک برنامه خوب برای شخص معرفی بکنید ولی به طور کلی یک سری برنامه های ورزشی خیلی ساده هست که هممون میتونیم انجام بدیم موقعی که دچار استرس میشیم ببینید بهترین فعالیت های ورزشی برای استرس فعالیت های ایروبیک هستش به عنوان مثال وقتی شما با خانمتون مشکل پیدا کردین یا یا خانم با شوهرش مشکل پیدا کرده بره نیم ساعت پیاده روی کنه بره تو پارک محلشون یه دو ساعت اونجا بچرخه در کنار اینکه هوایی تازه کرده یه ساعت پیاده روی کرده و همون پیاده روی چون ببینید فعالیت فیزیکی هورمون آدرنالین رو میاره پایین و این نکته رو شما بایستی یادتون بمونه همیشه با فعالیت های فیزیکی و مخصوصا ورزش شما میتونید استرس بیارین پایین بهترین ورزش ها همونجوری که گفتم ایروبیک اکتیویتی هست از پیاده روی دویدن شنا کردن بازی های مختلف مثل فوتبال والیبال کشتی وزن برداری تمام اینا خیلی مؤثرا که استرس شما رو بیارن پایین کونوردی همونجوری که تو برنامه قبل اشاره کردم ورزش خیلی خوبیه شما بایستی اینو برای خودتون مسلم بدونید و برنامه ریزی کنید که اگه استرس زیادی دارید اگه میتونید دلیل اون رو رفت بکنید که چه بهتر با من مثال با همکارتون مشکل دارید یا کارتون عوض کنید یا جای اتاقتون عوض کنید ولی اگه نمیشه و به در هفته ها و ماه های مختلف دچار استرس میشین بهترین کار ورزشه و که حتی استرس هم نداریم باید ورزش بکنید ببینید ورزش باعث جزء برنامه روزانتون باشه در طی هفته سه چهار دفعه ورزش کنید ورزش خیلی اثرات خوبی داره مخصوصا مخصوصا برای استرس و متعین نکته هم اشاره بکنم که قبل از اینکه به پایان برنامه برسیم ببینید توی چند سال اخیر جوانای ما متاسفانه خیلی از استرسی زیادی رنج میبرن از درس خوندن ازدواج نمیدونم کار چی اینقدر تحت استرسن که با کوچکترین جمله متوجه میشه اینا شدیدن استرس دارن به همین دلیل من توصیه میکنم شما جوانان عزیز برید ورزش به جای اینکه بشینید گوشه خونه و با دوستاتون ناراحتیتون هی بیشتر کنید با حرف زدن برین دو ساعت کوهنوردی کنین. برید دو ساعت, ساعت بدوین ببینید شما یه مثال ساده بزنم کسی که از ورزش اومده وارد خونه میشه یا وارد جای میشین یه نفر ورزش کرده به چهرهش که نگاه میکنید چقدر شادابه اصلا انگار پنج سال جوونتر شده پنج سال رلکس تر شده این قیافه ای که ورزش کرد. ولی از این شادابی و زیبایی رو تو چهره کسی که ورزش کرده بلا فاصله بعد ورزش میبینید برای اینکه اون آدرنالینا میره پایین در کنار اون که آدرنالین میره پایین یه سری هورمونای دیگه مثل اندورفین و دوپامین ترشح میشن که شما رو ریلکس میکنن جالبی ورزش اینه نه تنها استرس رو میبره پایین با بردن آدرنالین به پایین بخاطر اینکه وقتی ورزش میکنه آدرنالین میسوزه و از بین میره بلکه یه سری هورمون های دیگه ترش میشه که شما رو بیشتر هم ریلکس میکنه به همین دلیل ورزش خیلی موثر برای استرس و توصیه‌ای که میکنم مخصوصا جوونا و افراد مسن نذارید این سموم تو بدن شما جمع بشن که اینا در نهایت مشکلات زیادی برای شما ایجاد میکنند از هزار تا بیماری های مختلف میشه نام برد که با خاطر استرس و عدم درمان اون هست در حال حاضر امیدوارم که شما به این نتیجه برسید که سلامتی و درمان بیماری ها رو تو اولویت قرار بدین همونجوری که تو بحث قبلی راجع به پیشگیری صحبت کردم با ورزش میتونید از استرس هم پیشگیری بکنید اگه محیط کاریتون محیط خانوادگیتون محیط درسیتون استرس بهتون میده از همون اول یه برنامه ورزش سه ساعت در هفته برای خودتون تهیه کنید چون اینا صد درصد ثابت شده توسط علم و من در برنامه های بعدی سعی میکنم یک تغییراتی بدم به عنوان مثال اسیر مقاله هایی بیارم براتون اینجا بررسی کنم که قشنگ براتون دو تا چهار تا مشخص بشه ورزش جواب میده برای اکثر این بیماری ها و یا یه تغییراتی در برنامه های آینده میدیم امیدوارم که شما ها هم بیشتر بیارم تو بس به عنوان مثال با هر مریض یکی دو تا سوال جواب بدم و راجب اون بیماری صحبت بکنم خیلی خوب بازم با آخر برنامه رسیدیم و شما رو به خدا میسپارم امیدوارم که ورزش تو زندگیتون بیارید و اولویت اصلی سلامت در زندگی در سلامت و زندگیتون ورزش باشه شما رو به خدا میسپارم تا برنامه بعد خدا نگهدار